سلام، چطوری؟ روز قبل از سال جدیده، امروز اومدم بیرون، تنها هستم. بعد صبح سال تحویل میشه، یه سری کار داشتم بیرون. قرار بود با پژمان بیایم ولی پژمان خونه نبود، امروز کار داشت. منم زدم بیرون، هوا اونقدر خوبه، آفتابه دیگه، من کاپشنم نپوشیدم، این خیلی سبک‌تره. با این لباسم اومدم بیرون، دارم لذت میبرم، کلی پیاده روی کردم، بعد خریدا رو انجام بدم. گل سنبول میخوام، اگر پیدا کنم سنبولم بگیرم و بریم خونه. یعنی گفتم از امروز که قبل از سال نوه براتون ویدیو بگیرم تا فردا که عید میشه. خب ببینیم که اینجا سنبول دارن یا نه. چقدر این گلا خوشگله. اومدم اینجا نشستم، غذام رو سفارش دادم، طبق معمول برگر. خریده ای که انجام دادم رو نشونتون بدم. این چند تا قلمو رو گرفتم، این رو هم گرفتم، یه نقشه هایی براش دارم، حالا ببینم باهاش چه کار میتونم بکنم. این یه قلمویی که موهاش فوق‌العاده نرمه، و اینم قلمویی که موهاش زبره، با اینا رنگ هم میزنن. این هم ناهار رسید، جاتون خالی. بهار بهار صدا همون صدا بود، صدای شاخ خواب و ریشه ها. پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه. بهار اومد با یه بغل جوونه، عید آورد از سو کوچه تو خونه. یه آشنا مثل قصه ها بود، یادش بخیر بچگی ها چه خوب بود، حیف که هنوز صبح نشده قلوب بود. بهار اومد برفا رو نقطه چین کرد، چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد، حیف که همش سؤال بی جواب شد. بهار بهار صدا همون صدا. خب میشه 8 سیم. خب حالا که اومدی بیا مامان اونجا یه ذره شو باز کن برای حافظه. اونجا یادش بخیر بچگی ها چه خوب بود، دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. موسیقی
سال تا حالا یک سال این بلای طول کشیده. دیروز بهتون سلام کردم، یک سال پیش، الان مجدد با سلامتون میکنم. منتظر بودیم کار رو انجام بدیم، بشینیم اینجا که هم مجدد سلامتون کنیم، هم سال نو رو تبریک بگیم. منم درود میفرستم به دوستان عزیز، سال نو رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال جدید سالی سرشار از سلامتی و شادی باشه برای همه عزیزان. انشالله که سالتون پر از سلامتی، پر از شادی، پر از رزق و روزی باشه. عیدتون مبارک، سال نوتون مبارک باشه. ما امسال برای هر کسی دعا میکنیم، هر جا زنگ میزنیم میگیم که انشالله امسال براتون فقط سلامتی باشه و شادی. انشالله برای همه، حال همه خوب باشه، همه دوره هم باشن و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. انشاءالله. امروز روز اول سال نو هسته، سال تحویل شده. میدونم که همه دوره هم هستن، یعنی کسایی که فامیل و دوست و آشنا نزدیکشون دارن، یا دوره همید یا دوره هم جمع میشید. البته این لحظه که من دارم ویدیو رو پر میکنم، ولی خب بالاخره تا ادیت بشه پر بشه احتمالا من این ویدیو رو بتونم روز دوم سال بذارم. یعنی الان که داریم ویدیو رو پر میکنیم چون مهمونم داریم دیگه، بعدش من فردا ویدیو رو ادیت کنم براتون بذارم. میدونم که دوره هم هستید، اگرم که دوستی آشنایی فامیلی نزدیکتون نیست، مطمئنا که خودتون یه کاری میکنید که بهتون خیلی خوش بگذره. انشالله که میگم شاد شاد باشید، انشالله دلها همه نزدیک باشه به هم، حال همو بپرسیم، دور هم جمع باشیم و این سنت های زیبایی که از گذشته و یادگار مونده همیشه نگهش داریم و ازش لذت ببریم. انشالله. بزن این باری من نگاه کنم، یه لحظه فکر کردم اون شمعه داره خیلی دود میکنه. اول که روشنش کردیم گفتم چرا جون نداره شده. آره پژمون شده شده هم دیگه حاله. مردماری داره مکنه. آره نه جون گرفت، قشن سرهاش شد. این دود اوده رو فکر میکردم که دود شمعه، گفتم نکنه آتی سوزی بشه پای سرمون. نه نباشه. ما هم دیگه کارا رو انجام دادیم با پژمون صبح تا حالا. قراره لیلا اینا بیان، لیلا جو اینا بیان، دوره هم باشیم، یه شب خیلی خوب رو داشته باشیم. آره فقط جای مامان اینا خالیه، مامان داداشا فریده جو اینا همه جاشون خالیه. آره یک کارش جو میشه درمزی کنیم که این سفری که اومدن میخورد به عید و دوره همیه تکمیل میشد. خیلی دوست داشتیم عید اینجا باشن، ولی خب به یه سری کارها داشتم، مثلا علی جان خب یه سری کارها دارن، مشغول یه سری کارایی هستن باید انجام بشه، یا مهد جان که پایان نامه می‌نویسه، یعنی نمیشد که اون سفر و دوره همی بیفته توی این تاریخ، ولی اگر میشد خیلی خوب بود. خلاصه جاشون خیلی خیلی خالیه. پیشنهاد میکنم که یه فال حافظ هم برامون بگیری اول سال. آره سال نو فال حافظش، هر کی جدا جدا نیت کنه، شما جدا، من جدا، بیننده هامون جدا، ان شاءالله که همه نیت ها برآورده بشه، اوکی بشه. ان شاءالله. آره نیت کنی تا من باز کنم. به به عجب شعری اومده. شعر خوب اومده. شعرش عالیه. مهرداد مامان اومد. مهرداد اومد. بیا اینجا بشین. بیا بشین کنارم. سر تفعول رسید. دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود، تعبیر رفت و خار به دولت حواله بود. دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود، تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود. 40 سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب 2 ساله بود. آن نافه مراد که میخواستم ز بخت، در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود. از دست برده بود خمار غمم سحر، دولت مساعد آمد و می در پیاله بود. هر کو نکاشت مهر ز خوبی گلی نچید، در رهگذار باد نگهبان لاله بود. بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح، آن دم که کار مرغ سحر آه و ناله بود. دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه، یک بیت از این قصیده به حسد رساله بود.
غذا هم آماده است، همه کارا رو انجام دادم، برم یه چایی درست کنم دیگه، فقط منتظریم که لیلا جینا بیام. مهمونمون اول نگار اومد، اول نگار اومد. آره اولی مهمونمون اول نگار اومد بالا. گفتم که خاله اولی مهمون سال جدیدمون خودتی. سمت شما ای که میگم اولی نفر که دوست داریم اون بیاد خونه ما، درسته؟ تو شهر کجا هست میره؟ نه پا قدمش خیلی خوب بود. سلام دوباره چطوری؟ سر تو سر شده سلام چطوری؟ دست داریم سلام چطوری؟ سلام چطوری؟ سالتون مبارک باشه. اومدم بالاخره. کجا بذارم؟ فردت بشم. خب ببینیم اینجا رو، باقلوا از رمضان افندی، اینو از رمضان افندی گرفتم. من بهشونم گفتم نمیخواد چیزی. بله کجا بله. این چه کاریه کردی؟ دست در نکنه. آره دست در نکنه. زحمت کشیدین. ببینیم چی گرفتم. شیری دوست دارین؟ صبح باقلوا بیرون چقدر سرده امروز، چرا انقدر سرد شده؟ دیروز چه آفتابی بود. دیروز قشنگ اردیبهشت بود. بعد من لباس کم پوشیده بودم رفتم بیرون. آره منم. الان سرد سرد. اینو فقط بذارید یخچال عزیزم. به به دست شما درد نکنه. نوشه جان این پسته گریه، این فقط گریه کاکائویه. بعد شیریه دیگه. شیریه. دست درد نکنه. شیر شیرش کم داره. بذاریم بعد از شام. بذاریم بعد از شام. دست درد نکنه. کم نیست لیوانا همه میخورن یا؟ اندازه است چون بچه های ما که نمیخورن. بکنم باید پنجرم رو ببندی. سرد شده باید. تو هم سردته؟ بذاره هوا سرده. این چای اول چاییه سال جدیده؟ آره دیگه اولی مهمونیه. اولی مهمونیه و اولی چایی مهمونیه. بله چایی که برای صبحونه خوردیم. آره خیلی بفرمید. برات برداشتم یه دونه. برداشتی؟ آره عزیز. نفر یه دونه چایی یا چند تا؟ هر چقدر که بخوان. نامحدود امروز. من سال جایی اختصاصی برای چایی میارم. سال خوبی براتون باشه انشالله. از تو میگم که حاضرشی بریم خونه نسرین. کی میشه؟ چه ساعتی میشه حاضر؟ من ساعت چنده؟ ساعت هست. چه مزه این شیرینی ترکیه. خوشمزه است. از این شیرینی تراش ما نگرفتیم خب تا حالا. به جای خامه اینا یه چیزی میذارن که فکر کنم کرمه. آفرین. با آرد ذرت فکر کنم نشسته ذرت درست میکنن. شبیه اونی که ما میریختیم توی چیز دیگه پیراشکیامون. تو پیراشکیامون بود. بله 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 درسته. یه کمی اون طعمیه. گرفتم بعد اینو بهتر از هیچ چیه. اصلا آخه حواست نبود. هر دو دقیقه یه بار مثلا عکسی که میگیره به اون تحویل میده هی میگه حالا کی دیگه کسی نیست دیگه مثلا خودمون بگیره. کسی نیست عکس بگیره. حالا اجازه بده ادامه بگیره. مثلا بهتر از هیچ چیه. یعنی خودمون این ده نفری که تو این خونه هستن یه نفر نیست از ما عکس بگیره. نه ما میشیم سلفی. ببین چه بلایی سر اون نفرات آوردید که دیگه جرئت نمیکنه از شما عکس بگیره. خب باید تنظیم کنید. فقط میندازم. خب اون نه همه چیز برای خودتونه. خب بعد و ادیت چه؟ همه چی تو عکس هست غیر از اون نفری که میخواد ازش عکس بگیری. دقیقا اصلا تو عکس نیست. خم شده راستش هسته. آره الان من ازت عکس خوشگل میگیرم. بشین خوشگل. جالبه خلاصه جالبه. یک دو شما خود ترکیه.
خب میخوان عیدی برای بچه ها؟ دیگه برای شانس من مثلا یه روز کوچکتر اما من کودکی بیش نیستم در برای خب از اون جهت یعنی باید بزرگا به کوچیکا عیدی بدن اونجوری باشه دیگه باشه که فقط من باید عیدی بدم آره دیگه درسته فقط باید پیجمان عیدی بده بیا عیدی مال کیاست؟ نمیدونم تا ببینیم دیگه اومده میگه که من میخوام به بچه ها عیدی بدم من عیدی اون میگیرم عیدی ما یادت داره قصه ما یادت داره قصه ما یادت داره اول عیدی نگارم قربونم برم عیدت مبارک خواهشم اینم مال بچه شلوغای کلاسه ببین آه یست شما درد نکنیم چیزی نیست دیگه آره میگم ببین سپر ساکت نشسته اینا دارن شلوغ میکنن عیدیمونم باید بگیرمش میگم که ببین من عیدیاتون رو نگه برعکس شده دنیا برعکس شده قدیم به در مادران به در مادران ایدی بچه رو آره دیگه خب اینا ایدی پشمانه که برای پس فردا باشه میرون چون دیگه چیز نمیشه دیگه بعد برمش میرون خرید پس فردا برمش خرد سنگی آره تو جمعیت نمیشه ایدیشو بدیم اعتراض همه در میاد این مهدا جان ایدی از طرف بابا به شما سپر جان بابا به شما عیدی شما آره مبارکت باشه خب اینم عیدی از طرف خودم دیگه حالا که اومدی تا اینجا عیدی خودت از طرف من عیدی از طرف من مبارک باشید بیزنس دست شما در نمیاد. بریم شام آماده کنیم. گفتی نگار ساعت 8 کلاس داره. غذا آماده است. بریم غذا رو بگیریم. منم برم آشپز. دیدم داری میگی بیاید ایدیاتونو بگیریم. آره دیگه. یه دفعه میادم یادش میره. من فکر کنم یک سال یادم مثلا ایدیا رو گذاشته بودم نمیدونم که برای کی بود اومد خونم و تا از خونم اون رفتن یادم من ایدیاشون ندادم خودم که رفتم اونجا ایدیاشون رو بردم چون مهمونیه دقیقا شلوغ میشه یادش میره بریم نگاه کرده آره میخواستم همونه بگم خب گرم شد خاله به مرغمون گرم شد به نه خورش بود یکی از یکی خوش بود الان میاریم جفتش نگار نیست نگارم الان کلاس شروع میشه ما عجله عجله داریم میرسیم یعنی میگه من باید 10 دقیقه دیگه برم سر کلاس آره خاله 10 دقیقه بله دیگه تزیین شده و نشده کلاسه غذای نگار رو بده میرسی زیره این روشنه نه خاله روشنه خاموشش بیا مامان جان مرسی زیاد نریز مامان زیاد چه کردی؟ مشکل ندارم یه جوری بردارم در سالم ترین حالته ببین خیلی پخته خیلی پخته یادته ننه خدا بیامورد میگفتش که این کله ای بادمجون رو نکنی تا از هم وانره دقیقا همچه بادمجونش کله ده بعد اون دومش هم که میکن میذاش کناره خورش ما دوست داشتیم آره یادش بخیر خدا رحمتش خدا همشون رو بیامورده اینم دونه آخر خیلی زحمت کشیدیم چیکار کردم بیاییم بریم همه که خود دران کشیدیم دست فرمت کنه بفرمایین همه گی کارا رو ما انجام دادیم رفتم مهداد رو صدا کنم بگم بیا امشب شب تولد مهداده یعنی مهداد مثل فردا صبح به دنیا اومده بعد من کیک براش گرفتم اولا نمیدونست امشب میخوایم تولدشو بگیریم گفتم بهت کیک رو چجوری دیم
کیک اومد توی یخچال، در یخچال ما که هم اصلا اومده میخواست چیزی برداره بخوره، گفت این چیه و چجوری؟ ای فردا تولدم، که گفتم امشب دوره همین تولد برات گرفتم. سورپرایز نشد؟ چرا دیگه، همون که کیکش توی یخچال سورپرایز شد. بعد دیگه هیچی، الان رفتم بهش بگم بیا کیکتو بیاری، دیدم رو تخت راست کشیده داره خوابش میره. برم صداش بزنم بیاد. مهتاد خیلی عجیبه امشب به سوپ میخوابه. خب چون دیشب دیر خوابید، بعد میگم میخوام برای یه چیز بیدار باشم، سال تحویل. ولی خب گرفت خواهی، گفتم بعدم خواب برای سال تحویل بیدار باشه باید شب زود بخوابه یه صبح باشه، نه که از اون بر بیدار باشی. این چه چیزی باز میشه؟ بعد اونجا شماشو بیار، شم هفتم که شما پیدا نکرده صفه باز نمیشه. ماما سفه بیا اینجا، ماما شما کار خودت. آره میگم مهتاب از اینا میشه تولدش که باید بیدارش کنیم. شما بگیریم دوباره سرش بود چه کنه؟ میره دوباره بیرم امسال تولدش یه 17 تا براش بذاریم. مهتاب 17 ساله بیشتر نیستش که اونقدر؟ چرا دو بسته است؟ خب خالی بشمار ببین چند تاشو؟ دوباره بشمار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 بدونید. کادو بچه هم داشت یادم میرفت. دست در نکنه بیا عزیزم تولدت مبارک. درست دو بردم تولدت مبارک. گوچ باشه تو چیزی نباشه اشتباهی عزیزم. موی خدا یه ذره بودم. دستتون درد نکنه، زحمت کشیدی عزیزم. خب پژمان جان به مهدادم بگین که کادوی ما من و شما و داداشش با هم دیگه میریم بیرون. آره خیلی خوب. چیزی که به خدا داره. حالا هر چی که دوست داشت دیگه. شنبه که تعطیل بود. بله. سلام شما.